زندگی و مرگ از جانب خداوند متعال است و زندگان روز به ابدیت خواهد پیوست. این زندگانی زودگذر ناپایدار است و هر لحظه دست اجل بر گریبان زندگی ما خواهد بود. ما از آن خداوند متعال هستیم و به سوی او روز باز خواهیم گشت. خوشا بر آنانی که در دنیا کار نیک انجام دادند و با اعمال نیکشان با سر بلند در روز محشر در پیشگاه خداوند متعال ایستاد خواهند شد. وای بر آن کسانی که در این دنیای زودگذر و فانی عمل نیک انجام ندادند و توشه‌ای برای آخرتشان ندارند. با دریغ و درد اطلاع حاصل نمودیم که ایمل آصفی خبرنگار قبلی موبی گروپ که اکنون در آمریکا زندگی می کند نزدیکترین دوستش را در انفجار روز گذشته که در مقابل درب وزارت امور خارجه به وقوع پیوست از دست داده است. ایمل آصفی با چشمان پر از اشک و قلب داغ دیدهش در صفحهش چنین نوشته است: کوچ بی ودا حکایت مرگ عزیزان سبدگل سفارش دادم. در دل به او گفتم در یادم میمونی با تراوت سنبل هایی که پای افسین میگذاشتی، اما من نمیدونم این که روزیم نمیکند. کاش آنجا بودم و در گور خفتنش را میدیدم. کاش میشد نه از رای دور که بر سر مزارش گریه کنم. کاش میشد نه در سکوت و تنهایی که در جمع کسانی که آنها هم میشناختنش و دوستش میداشتن به سوگش بنشینم. خبری که ما مهاجران امواره از آن میراستیم و نگران شنیدن یا خواندنش هستیم. مرگ عزیزانمان در دوری تنین این خبر صد چندان می شود و احساس گناه عمق اندوه آدمی را بیشتر می کند. به لحظات می اندیشی که می توانستی در کنارش باشی اما نبودی. به وقتهایی که می توانستی صدایش را بشنوی اما نشد. به خداحافظی های می اندیشی که از تو ربوده شده و دیگر مجال برای جبرانش نیست. اجمل یک تن از دوستای خیلی خوب من بود. مثل یک برادر کلان برایم بود. همیشه در صنف از اجمل کمک می خواستم. باز با لبخند و شوخی می گفت کربچه این باز چی گپ است. امروز خبر شهادت اجمل برایم رسید. چقدر سخت است. در دیار غربت، دور از وطن، دور از دوست و رفیق. روحت شاد باد اجمل عزیز. گلهایی که امروز در انفجار درب وزارت امور خارجه در کابل دردمند شهید و پرپر شدند. دلم برای چشم پر اشک مادران این سرمایه های برباد رفته می سوزد که با هیچ تسلیت نمی شود داغ نبود این جگرگوشه ها را درمان نمود. بعد پرپر شدند ای گل زیبا چه کنم، من به داغ تو جوان رفت از دنیا چه کنم. بهر ار درد دوای است بجز داغ جوان، من به دردی که برو نیست مداوا چه کنم. اجمل قند برادر گلم چقدر سخت است شنیدن این خبر برایم، روحت شاد. اجمل سنفی دوران دانشگاه من بود، 5 سال با هم بودیم. چند شب پیش هم زنگ زد گفت کور جان رفتی ما را اینجا تنها موندی، اما خودش برای همیشه از پیش ما رفت. اجمل رفیق من یگانه بچه فامیل بود. سال گذشته پدر جانش فوت کرد. امسال خودش اجمل تمام درد را برای مادر، خواهر و اولادهای خود ماند. ما را هم تنها ماند و رفت. رفیق ناجوان کی برایم در دیار غربت زنگ بزنه کی ایمل صدایم کنه اجمل ناجوان. ایمل آصفی از جمع جوانان است که پس از ترک تصدی موبی گروپ دست به کارهای خیریه زد و توانست بنیاد خیریه ای را به اسم خودش ایجاد کند که در آن ماهانه به کمک دوستان و عزیزانش ده ها خانواده صاحب نان و ده ها کودک بی بضاعت صاحب پوشاک می شود. ایمل آصفی که روزگار به گفته خودش پول برای رفتن به رستوران و خوردن غذای دلخواهش را نداشت، با زحمت و تلاش فراوان امروز بر جایگاه رسیده که دست دیگران را می گیرد و باعث لبخند بر لبان مردم بی‌بضاعت می شود.